فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات. قوی ترین دلیل امامت از دیدگاه جناب آخوند مایوف علی. این دروغ هایی که دارید میگید، شعبده بازی هایی که دارید میکنید، امشب همین شعبده بازی رو برای ما بکنید. این دیگه از این بهتر نمیشید که از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه داره. یکی از بهترین و قوی ترین دلیل ما بر امامت و ولایت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین آیه 55 سوره مائده هست. خب این خیلی واضح و روشن هست و هیچ شک شبهی هم ندارد. بگه اون آقایی که نماز میخواند و به سائل در حال رکوع صدقه میدهد اون ولی شما هست. بگه اون آقایی که نماز میخواند و به سائل در حال رکوع صدقه میدهد اون ولی شما هست. و در تاریخ ما نداریم کسی هم اتفاقی غیر از امیر المؤمنین سلام الله علیه براش اتفاق افتاده باشه. چند سؤال ما از جناب آیت الله مایوف علی. 1. آیا سیدنا علی رضی الله عنه ثروتمند بود که بر او زکات واجب شود؟ 2. آیا پرداخت زکات در نماز در خشوع نماز خلل ایجاد نمی کند؟ 3. شما می گویید در تاریخ ما نداریم که همچنین اتفاقی غیر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای شخص دیگری اتفاق افتاده باشد. اکنون ما به شما می گوییم پس 11 امام دیگر شما هم در حال رکوع صدقه ندادند. حال چگونه می خواهید امامت آنها را ثابت کنید؟ 4. در آیه آمده انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، که ترجمهش این است همانا ولی شما الله و رسولش و مؤمنانی هستند که در حال خشوع و خضوع زکات میدهند، که راکعون به معنای خاشعون میباشد. و همچنین اگر بنا بود فقط برای علی باشد می گفت الذی، یعنی کسی، نه این که بگوید الذینه که معنای آن می شود کسانی، که خود دلالت بر این دارد این آیه از خصائص علی رضی الله عنه نیست و شامل هر مؤمنی می شود که در حال خشوع زکات مالش را بپردازد. جناب آیت الله، چرا در آیه به جای الذی الذین ذکر شده است؟ 5. جناب آیت الله مایوف علی، این قوی ترین دلیل شما برای اثبات امامت هیچ اشاره ای به امامت ندارد، چرا که واژه ولی در زبان عرب به چندین معنا می آید که هیچ کدام معنای جانشینی را نمی دهد. پس چگونه شما معتقد به امامتی هستید که هیچ برهانی برای آن ندارید؟ عهد بوغه، شما دارید تو جنگل آمازون صحبت میکنید و کسی نیست دنبال حرف شما را بگه. عقلا حرف میزنید فکر کنید، دقت کنید بعد حرف بزنید. چوپانه دروگو، دوستان همه مردم ایران میشناسنش. چوپانه دروگو همه مردم ایران میشناسنش. همه مردم ایران میشناسنش.